Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhasilin aziz dersi بخش دوم در هفته ما را عزیمتن آغاز میکنیم که صاحب کتاب میگه ولهو ان یتزوج مطلقته المبانت بدون الثلاث فی العدت و بعدها و جائز است ولهو این جائز است برای شوهر ان یتزوج که ازدواج بکند عقد نکاح بسته بکند مطلقته المبانته با خانمش که از این طلاق شده طلاق بائن یعنی که تجدید نکاح نیاز است طلاق بائن صغرا بدون ثلاثه بدون طلاق ثلاثه فی العدت در عدت و بعدها و بعد از عدت یعنی معنی که یکی از انواع طلاق طلاق بائن بود طلاق بائن که واقع شد بدون عقد نکاح این خانم برای شوهرش حلال نمیشه لکن توسط عقد نکاح پس حلال میشه و طبعا عقد نکاح هم به رضای جانبین و رضایت جانبین صورت پذیرفته میتونه حالا میگه که یک خانم را طلاق داد طلاق بائن لکن تا هنوز عدتش تیر نشده در عدتش طبعا بائن بوده در عدتش میتونه که با او یک جایش عقد نکاح بسته کنه میگه بله میتونه هم در عدت میتونه و بعدها و هم بعد از عدت میتونه در عدت هم میتونه با او ازدواج کنه و بعد از عدت هم میتونه با او چی کنه با او ازدواج کنه خب این خود طلاق صورت طلاق بائن بود که در اوجا برای شوهر جایز بود که رجوع بکنه به خانم خود والمبانت بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا والمبانت بالثلاث امو خانمی که جدا شده توسط سی طلاق یعنی بینونت یا جدایی کبرا شده جدا شده از پیشش به سی طلاق یعنی سی طلاق برش داده لا تحل جایز نیست له برای شوهرش حتی تا ای که تنکح زوجا غیره که نکاح بکنه با شوهر دیگر غیر شوهر اولیش نکاحا صحیحا نکاح صحیح و یدخل بها و یک جای شوه یا داخل شوه یک شوهر با این خانم یعنی یک جای شوه با او ثم تبید منه بعد از او جدا شوه بعد جدا شوه یعنی ای که شوهر اولی با ای خانم کسی طلاق برش داده با ای یک جای شده نمیتونه نه به عقد نه بدون عقد بدون عقد بدون بیچ نمیتونه و با عقد هم نمیتونه تا که امی خانم خانم طلاق شده سی طلاق با یک شخص دیگه ازدواج نکنند ازدواج درست و صحیح ازدواج درست و صحیح مانایی که ازدواج فاسد نباشه ایتو نکنه که بدون شاهد ازدواج بکنه نه ازدواج صحیح شرعی و بعد از ازدواج شرعی صحیح شرعی همی شوهره که نو گرفته یدخل بها با او هم بستر شوه و بعد از او که هم بستر شد ثم تبین منه باز از او جدا شوه یعنی از او طلاق بائن شوه طلاق بائنی طلاقش بده که در او طلاق باز دیگه چیز طلاق رجی نباشه باین باشه که بدون عقد نکاح به او یک جای شده نمیتونه اینی وقتی که به ایش شکل شد و به ایش صورت طلاق واقع شد طلاق دوم هم واقع شد و وعدت شتیر کرد باز میتونه که شوهر اولی خود را بگیره شوهر اولی خود را بگیره تو حکم دیگه مهم نیست را نمیخوانیم تا میجا به اکتفا میکنیم دیگه این موضوع بسیار مهم اساسی است محسنین عزیز و گرامی که اکثر مردم به این متوجه نمی باشند یک طلاق دو طلاق سه طلاق چهار طلاق به خانمش میده باز بازم به او رجوع میکنه میگه این خانم هم اصلا سه طلاق که بتا در صورت سه طلاق دادن بسیار موضوع خطرناک میشه این خانم از پیش جدا میشه حتی اگر نقد جدیدم بکنه این خانم خانمش نمیشه این خانم خانمش نمیشه کدام صورت در کدام صورت میتونه که این خانم پس به این شوهر عالی برگرده میگه این شرطی است که برای یک شخص دیگه ازدواج بکنه و نکام ازدواج و نکام هم نکای صحیح باشه بعد از او بازو به او یک جای شوه هم بستر شوه باز بعد از هم بستر شدن به ارادی خود او را ایلا بته و عدتش تیر شوه باز بعد از این میتونه که به شوهر عالیش توسط نکا باز رجوع بکنه و نکا بسته کنه دیگه به می اساسی مثلا مهم است
خانواده ها و مسلمان های محترم باید به این مسئله متوجه باشه که یوقع نشه. از این متن باز شروع میکنه محصلین عزیز. فإن تزوجها بشرط التحلیل کره و حلت للأول. این متن یک مسئله بسیار خطرناک و اساسی را بیان میکنه و اویی که اول ما برتون تشریح میکنم باز متن برتون شرح میکنم و اویی که امیر طلاق ثلاثه که واقع میشه به خاطر از این که این خانم برای می شوهر اولیش حلال شوه، یک شکل نکاح موقتی یا نکاح شکلی واره مردم بسته می کنه که تمام شرایط نکاح در او درست است، لکن از اول نیتشون همی است که این خانم را برای شوهر اولیش حلال بسازه. یک نفر دیگه می آید و با او نکاح بسته میکنه، با او همبستر میشه، باز پس او را اعلام میکنه و عدتش تعیین میکنه و او باز با خانم شوهر عالیش بسته میشه. علی صاحب کتاب میگه که این کار درست است یا درست نیست. میگه که این کار کار مکروه است، مکروه تحریمی. یک کسی در این واقعیت قرار بگیره که با یک خانمی به خاطر ازدواج ازدواج میکنه که خانم را با شوهر عالیش حلال بسازه، چون طلاق ثلاثه واقع شده دیگه چاره نیست، دیگه راهی نیست، صرف همی که ای باید کسی ازدواج کنه و با او هم جایز شده باز طلاقش بوده، پس با شوهر عالیش جایز شده بعد از ایدت کشده نیدت با شوهر عالی رو به نکاح بگیره. این همی کار همی کسی میکنه، همی کار از لحاظ شرعی مکروه، مکروه تحریمی که شریعت از ایمان نکرده، چرا که در حدیث آمده پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که لعن الله المحلل والمحلل له. الله متعال لعنت گفته به او کسی که او حلال میکنه یک خانم را به شوهرش، و همچنان لعنت گفته شده به او کسی که برازی خانم حلال میشه، یعنی هم برای مرد که به نیت جدایی پس از این خانم ازدواج میکنه با این خانم، یا ای که هم امو کس لعنت گفته شده مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته که برازی خانم حلال میشه، به خاطر که میگه شریعت میگه که باید متوجه باشه مردا به باید فکر کنن، اینطور گپا رو باید استعمال نکنن، اینطور کلمات باید استعمال نکنن. الله متعال برشان عقل داده، برشان فکر داده، برشان هوش داده. عقد ازدواج عقد دائمی است، به هر مسئله خرد و کوچک و ریزه باید این گپا رو باید مطرح نکنن. خانم و شوهر هستن، باید گذشت بکنن، گپ یک دیگر را تیر کنن. ای تو به یک مسئله عادی و گپ عادی و ترکه گپ زدن و خود را یک مشکل و جنجال ننداختن، ای کار که کار درست نیست و به هر صورت ای کار مکروه هست. لیکن این کار اگر شد بالفرض و تقدیر، یعنی یک نفر پیدا شد با این خانم ازدواج کرد، یک شب دو شب باش تیر کرد و باز بس که بود جای شده و تلپس طلاق داد و عیدت شم تیر شد، ولی به اون شوهر یعنی حلال میشه یا نمیشه حلال؟ این امی صاحب کتاب میگه که بله حلال میشه، لیکن امی کار کار مکروه است. امی شوهر حلال، ای شوهر دوم حلال میسازه خانم را. اینا ببینیم. فَإِن تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ تَحْلِيلِ كُرِهَا. اگر به ازدواج گرفت امی خانمی که طلاق شده سه دفعه، شوهر دومی او را به ازدواج گرفت به شرط تحلیل، به شرط از اینکه حلال بسازه با امو شوهر اولیش، کره، ای کار مکروه است. ای کار چی است؟ مکروه است. و حلت للاولی، لکن امی خانم حلال شد برای امو شوهر اولیش. این کار که انجام پذیرفت، کار مکروه را انجام داد، کار نادرست را انجام داد، لکن بایی که کار مکروه را انجام داد ای میتونه که، یعنی پس به او حلال میشه، پس به او چی میشه؟ حلال میشه. اما در اینجا متوجه باشیم محصولین عزیز که سین آمده، سین یعنی امام ابو یوسف. امام ابو یوسف میگه که این همین نکاح نکاح فاسد است، نکاح صحیح نیست. وقتی که نکاح فاسد شد، این نکاح نمیتونه که خانم را برای شوهرش حلال بسازه. چون ما پیشتر دیجا گفته بودیم که نکاح صحیح او را گرفته باشه، زوجان غیره نکاح هم صحیح هم،
نکاح فاسد نباشه. این همی نکاح هم به نیت تحلیل که بود، به شرط تحلیل که بود، این نکاح نکاح صحیح نیست بلکه فاسد است، و که فاسد شد حلال نمیشه، برایش حلال نمیشه. سین میم امی گپ را میگه که ابی یوسف میگه که نکاح فاسد است چون نکاح موقتی است، حلال نمیشه. ولیکن میگه برای اول جایز نمیشه. امام محمد میگه برای اول جایز نمیشه، چرا که او یک نوع عجله کرده. به هر صورت امام ابو حنیفه هم میگه که به این شکل اگر انجام پذیرفت ازدواجشان جایز میشه و میتونه که به او که طلاق داد و عدت تیر شد شوهر اولیش را گرفته میتونه. ای یک مسئله بود. خب وار و الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث و الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث. و الزوج الثاني یک مسئله دیگر را بیان میکنه دیگه که اولی مسئله ما برتون میتونم بیان میکنم باز را براتون تشریح میکنم. این مسئله ای است که وقتی که یک خانم از شوهرش طلاق شد، طلاق با این ای چند صورت داشته می باشه. اولی که یک طلاق داده رجعت عدتش تیر شد، رجوع نشد و ای با این شد، ای هم با این شد، یک طلاق داده، دو طلاق دیگهش مانده، لیکن ای رفت یک خواهر شوهر دیگه گرفت. صورت دیگهش که دو طلاق برش داد، با این شد و رفت شوهر دیگه گرفت، ای سو زبجی سانسانی شد. صورت سومشی که سه طلاق برش داده، رفته ای آدم، ای خانم یک شوهر دیگه گرفت، سه طلاق. این حالی وقتی که امی شوهر دوم، امی خانمی که مثلا یک طلاق شده بود، طلاق باین شده بود یا دو طلاق شده بود، اینا وقتی که پس ای خانم ها را اعلام میده اگر با شوهرهای اموالی خود ازدواج میکنه، آیا شوهرهای اولیشان حق طلاق سیگانه را داره، یعنی حق طلاق یگانه را دار. ببینین در اینجا اگر ما این مسئله را به این قسم بیان کنیم در اینجا که یکی از خانم ها مثلا مثلا اشتر کنیم که زینب از طرف شوهر طلاق شد، یک طلاق شد و عدت سپری شد با شوهر دوم ازدواج کرد. طبعا شوهر اولی زینب هر کس که بود، مثلا این شوهر اولی زینب یک طلاقی را داده بود و ای باز که عدتش تیر شد باین گشت و رفت شوهر دومی را گرفت. اگر امی خانم زینب با شوهر اولی خود می بود، دو طلاق دیگه هم حق داشت یا نداشت؟ بله، دو طلاق دیگه هم حق داشت، لکن وقتی که رفت به شوهر دوم گرفت، حالی خوی شوهر دوم پس سه طلاق حق داره، از موضوعش داگان است. حالی فرض کنیم که شوهر دوم زینب را چی کرد؟ باز طلاق داد. زینب رفت پس دوباره چی کرد؟ دوباره با اولی ازدواج کرد، با شوهر اولی ازدواج کرد. در این صورت با شوهر اولی که ازدواج کرد، امی شوهر اولی چند طلاق مالک میشه؟ آیا سه طلاق پس مالک میشه؟ نه، باز حق داره که سه بار طلاق بده، باز زنه بده سه بار طلاق داده میتونه. یا ای که نه، امو یک طلاق حساب میشه و باقی چقدر میمانه؟ باقی دو طلاق برش میمانه. یعنی دو طلاق دیگه هم زینب داده میتونه، چرا که یک طلاق در او نکاح اولی داده بود. صاحب کتاب میگه که نه، بلکه سه طلاق از آغاز حقش میشه، حق وی میشه. انشالله واضح شد. یک صورت. صورت دوم، زینب یا هر کسی که اصل زینب، اینجا مثال گفتیم، زینت نشته شد، خیر زینت
زینت دو طلاق گرفت یا شوهر اولیش دو طلاق برش داد، دو طلاق داد و رفت ای شوهر دوم گرفت، دوم با دوم ازدواج کرد با او یک چند وقت بود، پس دوم را دوم هم چی کرد؟ طلاق داد، با او طلاق داد، دوم هم طلاق داد. اینا لی دوم که طلاق داد پس رجوع کرد به اولی، دوباره یعنی دوباره شوهر اولی به نکاح گرفت. به نکاح که گرفت، به نکاح گرفت، وقتی که به نکاح گرفت آلی امی شوهر اولیش صاحب چند طلاق است؟ صاحب دو طلاقی که باقی مانده، چرا که یک طلاق داده دیگه، یک طلاق خدا داده، چرا یک طلاق داده، یا ای که پس سه طلاق حق میشه، سه طلاق حقش میشه، چرا که نکاح جدید شد دیگه، نکاح جدید شد. کتاب میگه که نه، بلکه سه طلاق جدید آمد. همچنان صورت سیومشی است که زینب یا زینت بگویم سه طلاق شد، سه طلاق گرفت و رفت باز شوهر دومی گرفت، دومو را گرفت، باز شوهر دومی یک امرش وقت تیر کرد، پس طلاق داد دومی، پس طلاق داد، آمد پس با اول ازدواج کرد. با اول چی کرد؟ ازدواج کرد. ازدواج که کرد آله اول مالک چند طلاق است؟ امی شوهر علی که پس طلاق دوباره ازدواج هم سه طلاق حقش میشه، سه طلاق حقش میشه، باز هم میتونه سه بار طلاق بده. خود طبعا از این گفایت مولا میشه که امی طلاق است طلاق است طلاق بده، مانه ای که فقه میتونه یک چیزی مسئله رای حل برش سنجیده. آل کتاب شما متوجه باشین، کتاب میره میگه که و زوج الثانی یهدی ممادون الثلاثه، زوج دوم از بین میبره آن چیزی که کمتر از دو طلاق سه طلاق است، یعنی یک طلاق دو طلاق حساب کنم که داوید او را از بین میبره و میتونه که پس او را باز اگر حق سه طلاق برش مراجعه میشه، حق طلاق سه طلاق برش مراجعه میشه. چون دی لکن دی جماع محمد امام زفر میگه اونا قول ازمایی است که نه، وقتی که یک طلاق داده بود دو طلاقش مانده بود، دو طلاقش میمانه و اگر دو طلاق داده بود یک طلاقش میمانه، یعنی دمی صورت ها در صورت اول، در صورت اول این صورت امام محمد امام زفر میگه که نه دو طلاق میمانه، سه طلاق برش حقش نیست. در این صورت میگه که یک طلاقش میمانه، در این صورتی که دو طلاق برش داده بود در اینجا یک طلاقش میمانه، دو طلاق داده بود نه، یک طلاق دو حق داره. اما در صورت سیومش باز اتفاقا سه طلاق حق میشه، دی اتفاقا سه طلاق حقش میشه. اما در این دو صورت امام محمد و امام زفر در این اختلاف کرده، اما امام ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانی باز در اینجا اختلاف بین خود متفق هستند، اونا یعنی قولی که هست قول امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف است. دیگه خیل امام و ابو یوسف و امام ابو حنیفه همی است که اونا میگن که این خانمش است، این خانمش گشت و وقتی که به ازدواج دوم خانمش شد، مثل که امو بار اولی به ازدواج گرفته باشه که سه طلاق حق داشت، دیجا هم سه طلاق حق داره. او طلاقایی که در ازدواج قبلی برش داده بود او از بین رفت، او باقی با جای خود نمانده، بلکه از اثر تجدید کرد، اثر تجدید شد. وقتی که نکاح تجدید شد حق طلاق سه طلاق هم برش تجدید شد، وقتی که نکاح تجدید شد حق سه طلاق هم تجدید شد. اگه خلاصه بگیم که با اساس تجدید نکاح بعد از نکاح بعد از سه طلاق، چرا که دو طلاق باز نمیشه، بعد از سه طلاق شرط است، با اساس تجدید نکاح بعد از سه طلاق حق سه طلاق دیگر، حق سه طلاق دیگر هم پس چی میشه؟ حق سه طلاق دیگر هم دیگر دوباره به شوهر برمیگردد. مانایی که
اینال شوهر میتونه کیره، یعنی سه طلاق بعدی بتنی. مانای حتما لازم نیست که طلاق برش بتا، یعنی مانایی که یک نوع حق برش باز بر میگرده و شریعت اسلامی می مثلی که در سابق برش حق داده بود، دهی طلاق دهی نکاح هم برش سه طلاق حق میده. طبعا این احکامی است که شریعت فقها بیان کرده، مانع از این نداره که حتما طلاق بده. یعنی اگر باز بینشان چیز شوه، ای طور شک به دل کس نیفته که خیر جدو طلاق سابق داده بود، ولی که یک طلاق داد ثلاثه شد. نه، وقتی که با دیگه شوهر ازدواج کرد و پس برگشت به شوهر حالی آمد، او طلاق هایی که اگر یکی بود، اگر دو تا بود، اگر سه تا بود، طلاق از بین رفت، یا سر ملکیتی طلاق ثلاثه را به دست آورد. این بود مسئله که در اینجا بیان شد و انشالله به می درس دوم یا بخش دوم درس هفته ما خاتمه یافت. دیگه انشالله باز بخش سوم درس هفته ما را آغاز میکنیم. الله متعال بکنه که انشالله شما مستفید شوید و متوجه باشین که مسئله بعضی پیچیدگی از خود داره، شما متوجه باشین که